نیمه دوم این مسابقه در مقابل محمد سپاسی چه نتیجه به دست خواهد اومد؟ شما همچنان میتونید که در مسابقه پیام کوتاه ما شرکت بکنید. 2000 شماره است که شما عزیزان میتونید که با استفاده از این شماره در مسابقه ما شرکت بکنید. ضمن که تا دقیقه 70 هم فرصت دارید که بگید آیا سپاسی میبره گزینه 1 یا اینکه مساوی میشه، اینکه پرسپولیس میبره گزینه 3 که برد تیم پرسپولیس و دو هم که مساوی. اما در خدمتتون هستیم و میخوام راجع به نیمه اول صحبت بکنیم. آقای مؤسس هم اینجا حضور دارن. اول ببینیم که برداشت فنی ایشون راجع به نیمه اول این مسابقه چگونه بوده، بعد میرسیم به سایر قضایا. آقای مؤسس تخمات هست. خواهش می‌کنم. آقای میرزایی، آماری که در آخر بازی من یادداشت کردم، 51% از حفظ توپ در اختیار تیم مقاومت بوده و 49% در اختیار پرسپولیس. این نشون دهنده اینه که شما با اینکه حفظ توپ ممکن داشته باشی از حریف در دقایق بیشتری، این نمیتونه دلیل برتری شما باشه. تیم پرسپولیس هر دو گلش از راه دور زد. حالا ما این رو میتونیم یا دروازه‌بان تیم رو مقصر منظور دروازه‌بان تیم مقاومت یا دفاعی که در حقیقت آنچنان ضربه زننده رو تحت فشار قرار نداد. روی گل اول که واقعا نمیتونستن که کار بیشتر از اون، شاید دفاعی بسته نشده بود. من فکر کنم ضربه خلیل در نوع خودش کم نظیر بود. ضربه آزاد خوب بود، فقط اینکه ما از یک دوربین بیشتر نمیتونستیم این ضربه رو ببینیم. میتونست زیبایی بیشتر داشته باشه. برصورت روی حملات، ما تعداد حملاتی که آقای میرزایی از هر دو تیم داشتیم با موقعیت‌های گل قابل مقایسه نبود. یعنی موقعیت‌های گل 100% خیلی کم به وجود اومد، هم در 45 دقیقه منظورم، هم به وسیله مهاجمین خط میانی و خیلی کم به وسیله خط دفاعی. این شرکت خط دفاعی در حمله بر هر دو تیم، من کمتر چاجویی که دفاع چپ یا دهقان رو در نیمه پرسپولیس دیدم، بیشتر در نیمه خودشون هستن، خیلی محافظه‌کارانه بازی رو دنبال میکنن. بله. ولی من حدسم اینه که در نیمه دوم آقای میرزایی با توجه به نتیجه 2-0 که تیم پرسپولیس برتری داره، باید مقاومت رو ما از اون لاک دفاعیش بیرون ببینیم. تیم مقاومت با سیستم 4-4-2 بازی کرد. امین متوسط زاده و شهرام گودرزی دو مهاجم بودن. شهرام گودرزی خوب بازی کرد. شهرام گودرزی بیشتر به خط میانی میاد، خیلی فاصله داره با خط در حقیقت حمله، شاید یکی از کاندیداهای تعویض آقای مهابادی باشه در نیمه دوم. بازیکن تکنیکی سرعتیه، ولی من فکر نکردم مثلا چند سال پیش، من فکر کنم با اون زمانی که برای تیم المپیک بخصوص بازی میکرد تفاوت داره، ولی بین متوسل زاده و گودرزی ترکیبی رو من تا حالا ندیدم. و این داشتن دو مهاجم اینه که شما در نوک حمله باید مدافعان مرکزی حریف که پرسپولیس هست رو در حقیقت سازماندهیشون از بین ببرید، ولی چون خیلی کم بین دو تا ترکیبی انجام میشه و بیشتر شما بازی رو در حقیقت در شروع بازی شوت های متوسل زاده رو دیدیم از راه دور، خیلی کمتر در داخل محوطه جریمه نصاب موقعیت شدن. مسئله دیگه هم که خیلی مهمه، ما تو این هفته آقای میرزا من زمان دارم صحبت کنم، ما تو این هفته شاهد بازی های بسیار خوب و آموزنده بودیم. ما شاهد بازی به خصوص منچستر یونایتد ای سی میلان بودیم. بله. من نمیخوام مقایسه بکنم، دلیل استفاده از این مثال اینه که پشت مهاجمین خط حمله چه کسانی بازی میکنن. شما من تفاوت بین تیم ای سی میلان و منچستر یونایتد رو در حقیقت فلتچر و اسکول میدم که پشت رونی میمدن بازی میکنن، چون هر دو در اون بازی بدون تردید از بهترین ها بودن. در این بازی ما منصوری، باقری، هادی نوروزی رو در حقیقت در خط حمایت کننده از خلیلی داریم که هر سه به نظر من روز خوبی رو داشتن. در مقابل سیامک کونور که بازیکن با تکنیک و دونده هست، به اون صورت نتونسته به دو مهاجم جلوی شهرام گودرزی و امینه متوسط زاده کمک کنه. بیشتر امید تیم مقاومت از جناین است، به وسیله مرداد کریمی در جناه راست و در مقابل مومبینی است که آنچنان تأثیر نداشتن. ولی من مطمئن هستم که در نیمه دوم از این شکل دفاعی باید تیم مقاومت بیرون بیاد. ما یوونتوس رو دیشب دیدیم که با سه دفاع مرکزی بازی می‌کنه. چه ایرادی داره که بعضی از تیم‌های ما در صورت نداشتن مدافعان کناری مناسب از دفاع سه نفره استفاده کنن که میتونه خیلی بشه. شما دارید که سپاسی دفاع کنار خوبی نداشت برای 4-4-2. بله، و به خصوص در نیمه دوم من فکر کنم اگر تعداد مدافعینش کم بکنه و به خط میانه خط حمله، چون با توجه به اینکه تیمی هستش که نتیجه بازی رو واگذار کرده، شاید بتونه به تیم کمک کنه. البته این ایده من است، مسلما کادر فنی خیلی بیشتر با
بله. خصوصیت بازیکن آشنایی داره. بریم چند نظر دوستان بگیریم و ببینیم که دوستانی که اینجا حضور دارن، بله سوالام زیاد هست. با عرض سلام، اگه هدف ما پیروزی پرسپولیس هستش، باید از مربی با بازیکنان حمایت کنیم تا به ثبات تیمی برسیم. بعد خدمت هم بشه تو که اون وقت مدعی قهرمانی برای سال دیگه باشیم. الان دیگه بازی ما 60 ساله شده. بله. باید خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. زمان اون کم هست، داره نیمه دوم شروع میشه. بله. یه نگاه بکنیم. بله. قابل قبول 79% بوده و کل پیام‌های دریافت شده 625,000 تا حدودن، که حالا ببینیم که بله 83% به برد تیم پرسپولیس رأی دادن، 9% مساوی و 8% هم گفتن مقاومت. 83% برد پرسپولیس، بقیه هم که ملاحظه میکنید. نیمه دوم داره شروع میشه، دقیقه 70 هم فرصت دارید که در مسابقه پیام کوتاه ما شرکت بکنید، پس زیاد هم عجله نکنید، اون موقع فرصت هست. دیگه کم کم فکر میکنم که باید بریم به شهر شیراز، همکار کنم آقای جعفری که نیمه دوم رو هم گزارش خواهد کرد.